مسعود نوساله به جای مکتب به اعتیاد پدر رو آورده است. او میگوید بار اول همصنفیانش بالای او به زور سیگرت کشیدند. پشت هم دستان مکتب میامد و من دیوالای همصنفیان گرفتن دست سیگرت برام پدر دادن، گفتن بگی بزنی سیگرت خالیش. او هم معتاد بودن و نمیفهمید، باز گرفتن من رو دادن. مسعود میگوید بعد از آن معتاد شد و هنگامی که پدر نمی کشید تمام وجودش را درد می گرفت. من از دم جانم درد گرفت، جانم لرزه گرفت، تشنش گرفت مرا. هر قسم مریضی در جانم آمد. این صدر پا بود. آل پینجار پیش. مسعود پول پدر را از کجا می کند؟ محتر صدا می کنم از امون طریق پشتر را با دست می رو. باز می رو مواد. سیگرت لایتر هرچی میام موازمت میام میکشم. مسعود که فعلا کاملا یک معتاد است میگوید وقتی که برایش پدر نرسد بی خود میشود. وقتی که نمیزنم در خونه میباشیم، شیشه های ما را میدم میکنم، گلاس های ما را، هرچی در فروش مندازم و بخواب نمیباشیم. باز وقتی که پاس با خود میشم پشیمان میشم از کار. نامبرده دو برادر دارد، خبری از پدر وی در دست نیست، اما پشنه مادر وی میگوید هنگامی که از پسر خود با خبر شد که پدر میکشد بی خود شده بود. وقتی که من فهمیدم که بچه اینی تو پدر داره به این رقم از مظروف کردم، در وظیفه آوردن دو تا دخترکا آوردن در کاتی پروان افتاده بودیم. این میار کسی که پرسان کنه بگوی بگویم پشتون در کاتی پروان افتاده بودیم. خانم پشتنه که در یک اداره دولتی آشپزی می کند می گوید که این حالت پسرش او را جور می دهد. شما برای ما کمک کنید که بچه یکم خوب شود. زندگی خدا مصابه شبیه از مدسته که جگر خونه هستم به خاطر مسعود. هر وقت سر معمولا بیاد بسیار جگر خونی بود. تشویش دوارشام ندارم بچه که بک کنم. اما مسعود میگوید اگر حکومت زمینه تداوی را برایش فراهم نماید این عمل را رها خواهد کرد. اگر بای ما همکاریش هم این ترک میکنم پاس مکتب خودم میرم خوش خوشحال پاس میرم ترکش میرم. مسعود در اخیر با ناامیدی گفت با این عمل کسی او را دوست ندارد. وقتی که من این عمل را میدم من مادرم گردنم کلش از من دیگرش خون میشم، من را دوست ندارم. تنها مسعود نیست که در افغانستان قربانی این عملهای نادرست شده، بلکه مانند وی تعداد زیادی از اطفال، جوانان و زنان شکار چنین عملهای ناپسند شده اند. اینکه مسعود زندگی خود را به همین طور سپری می کند و یا کسی پیدا خواهد شد که هزینه تداوی او را پرداخت کند، این را وقت جواب خواهد داد. خلیل سلطانی، رادیو آزادی، کابل.